نفت آقای ایرج مصداقی. سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما همچنین خدمت بینندگان عزیز. تشکر میکنم از اینکه این فرصت در اختیارم قرار داده شده تا همراه با شما به منازل هموطنانمون بریم. بسیار عالی. برای اینکه برویم به این مسئله بی تردید باید یک زمانبندی ذهنی داشته باشیم چه اتفاقی افتاد. من اینو برای بینندگان بازگو میکنم، خود به خود شما بیش از من میدونید و اصلا شاید باب سوال نخست باشه. قطعنامه 598 رو آقای خمینی در آخرین روزهای تیر ماه 1367 پذیرفتند، گرچه قطعنامه در 26 تیر ماه 1366 صادر شده بود، ولی یک سال بعد آقای خمینی اون رو پذیرفتند. همین پذیرفتن یک سال بعد، ادامه جنگی که یک سال طول کشید، میزان کشتاری که در جنگ بود، ولی همه اینا یه مسئله دیگه ای رو به همراه داشت. شاید جمهوری اسلامی داشت یه جا به جا میشد تا بدونه که چه باید کرد. یک مقدمه یا آغازی در مورد کشتار 67 داشته باشیم که چرا بعد از قطعنامه به سوی کشتار 67 رفتنیم. میدونید که نظام جمهوری اسلامی تمام تلاش خودش رو به خرج میداد بلکه در جنگ بتونه به موفقیتی دست پیدا کنه. احیانا اگر قطعنامه رو هم میپذیره با دست پر یا از موضع بالا قطعنامه رو بپذیره. در یک سال آخر جمهوری اسلامی با شکست‌های متوالی به خصوص در چند ماه آخر در جبهه‌های جنگ روبرو شد. این را باید توجه داشته باشین که در تابستان 66 فاجعه مکه رو هم به وجود آوردن و صدها حاجی ایرانی در اثر توطئه افرادی که در سپاه پاسداران بودند، در بخش نهضت‌های آزادی بخش سپاه پاسداران بودند و تلاش می‌کردند خانه کعبه رو تسخیر بکنن و به نوعی اونجا علیه دولت سعودی اعلام مواضع بکنن، خب بهاش رو حاجیان ایرانی پرداختن بدون اینکه اونا اطلاعی داشته باشن. در کیف اونها بمب و مواد منفجره گذاشته بودن. اینو تو خاطرات آیت الله منتظری هم میتونید شما دریابید و هیچ یک از عاملان این اعمال دستگیر نشدن و البته بعدها به گونه دیگه‌ای در همین سالهای اخیر بهاشو پرداختن. میدونید آقای محسن میردامادی که اخیراً از زندان بیرون اومدن، ایشون جز اون کسانی بودن که سابقا در اطلاعات سپاه پاسداران بودن و در همین مسائل هم درگیر بودن اینها. بعدها بخش اصلاحات نظام رو یا اصلاح طلب های نظام رو تشکیل دادن، ولی خب همه اینا با شکست مواجه شده. در جبهه های جنگ هم نه تنها موفقیتی نبوده بلکه به خاطر اینکه نمیتونستن نیروی جدیدی بسیج کنن، نمیتونستن دوباره جبهه ها رو مثل سالهای قبل پر بکنن و عملا عراق هم با توجه به امکاناتی که در اختیارش قرار گرفته شده بود و همچنین با توجه به جنگ شهرها که عراق دست بالاتر رو داشت به خاطر استفاده از موشک‌های اسکاد و همچنین موشک‌های دوربرد، اینه که به همه این دلایل باعث شده بود نظام جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار بگیره، به ویژه که پارامتر جدیدی هم وارد جنگ شده بود و اون هم عملیات‌های متعدد ارتش آزادی بخش ملی ایران وابسته به مجاهدین، به خاطر اینکه در فروردین ماه و در 6 فروردین عملیات آفتاب و در 30 خرداد عملیات چلچراخ عملاً بحران عجیبی رو برای رژیم دامن زده بود. حتی مرکز مطالعات استراتژیک واشنگتن خانم شیرین هانتر و مذاکراتی، حتی هشدارهایی که کیسینجر میداد دال بر این بود که جمهوری اسلامی میتونه بخشهایی از خاک ایران رو در واقع از دست بده و میتونه عراق پیشروی های بسیار بسیار بیشتری رو بکنه. همه چیز دال بر این بود که نظام با بحران مواجهه و عملا نمیتونه جنگ رو ادامه بده و وجود مجاهدین پارامتری که وارد داستان شده بود میتونست خطرات رو هرچه بیشتر و شدیدتر و عمیق‌تر برای نظام جمهوری اسلامی بکنه. در این شرایط که وضعیت اقتصادی به غایت وخامت‌بار بود و حتی همه خطوط قرمز رو پشت سر گذاشته بود، قیمت نفت بسیار پایین بود و دیگه تحمل نداشتن که این اقتصاد شکننده، این اقتصاد ضعیف بتونه مخارج جنگ رو تامین کنه، همه اینها دست به دست هم داد تا در 27 تیر ماه 1367 خمینی علارغم وعده هایی که داده بود که اگر جنگ 20 سال هم طول بکشه ما ایستاده ایم، تا آخرین آجری که در تهران در خونه ها هست ما ایستاده ایم، جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم، به سوی قدس از اینجا حرکت کنیم، راه قدس از کربلا میگذره و همچنین
و همچنین موردی که همیشه مطرح میکرد، اگر صلح میخواهید دعا کنید من بمیرم. این چیزی بود که دو هفته قبل از این پذیرش قطعنامه خمینی در آخرین بار به مقامات رژیم و به کسانی که از حوزه علمی قم و مراجع حتی خیرخواهی میکردن یا فشار میآوردن برای پذیرش قطعنامه پاسخ داده. خب آقای اصدقی اینجا یه توقف بکنیم. به این ترتیب خمینی با این به قول با اینکه میگه اگه میخواهید جنگ تموم شه دعا کنید من ببینم، ولی خودش هم با یک مسئله روبرو بود. جمهوری اسلامی از بحران ها همیشه استفاده میکنه، ولی این بار این بحران به سود جمهوری اسلامی به ظاهر نبوده. بحران هایی که داشته رویارویی خمینی با چه بحران هایی در اون روزها به جز مسئله جنگ روبرو بود؟ شاید نظام با نظام جمهوری اسلامی با جانشین خمینی هم روبرو بود. درسته. ببینید مسئله اصلی این بود که جناح های مختلف رژیم در صدد پیشبرد خط خودشون بودن، درست مثل همین روزایی که الان داریم میبینیم، مثل همیشه جمهوری مثل اسلام. همیشه و امروز ببینید از اونجایی که خامنه ای با مسئله بیماری در درگیر هست و عملا آینده نظام جمهوری اسلامی قراره در مجلس خبرگان رهبری آینده رقم زده بشه، همه جناح ها به دنبال این هستن که افراد وابسته به خودشون یا اون کسی رو که به خودشون نزدیکتره یا اونها رو میتونه بیشتر نمایندگی بکنن رو بیارن بالا یا اون جناح رو بیارن بالا. این درگیری هست. اون موقع هم بود بحران جانشینی بود. درسته آیت الله منتظری جانشین خمینی بودن، درسته که ایشون تصور میشد بعد از خمینی قدرت در دست خواهد گرفت، اما درون نظام اینگونه نبود. آیت الله منتظری کلید برکناریش رو از سال 65 زده بودن، بعد از موضوع برملا شدن قضیه مکفارلین و ایران گیت و همچنین دستگیری سید مهدی هاشمی برادر داماد آیت الله منتظری، این کلید رو این رو زدن. شما توجه به اون چیزی که گفته میشه در صحبت‌های مسئولین نظام نباید کرد. اون موقع خامنه‌ای و رفسنجانی هر دو خودشون رو شاگردان آیت الله منتظری مطرح می‌کردن و یکی از پیروان و مقلدین ایشون معرفی می‌کردن و اینکه در واقع اصلا این حرفا نیست. وقتی در اخبار این شایعات منتشر می‌شد می‌گفتن نه آقا غربی‌ها ما رو نمی‌شناسن، ما دلداده ایشونیم، در صورتی که همه جناح‌های رژیم برای برکناری ایشون داشتن همفکری میکردن یا فکر میکردن یا توطئه میکردن. احمد خمینی در جماران همراه با تیم خاص خودش داشت این کار رو انجام میداد. میدونید مجمع روحانیون مبارز همون موقع که تشکیل دهندگانش از دوستان یاران و نزدیکان احمد خمینی بودن، در بیت خمینی حضور داشتن، جدا شدن از جامعه روحانیت مبارز در واقع با یک سزارینی. چرا؟ برای اینکه اونها به دنبال برکناری آیت الله منتظری و به دنبال تشکیل یک تشکلی برای حمایت از جانشین خمینی که اونها قصد داشتن احمد خمینی رو، در این خیال بودن که احمد خمینی رو به این مقام برسونن، در این انشاب رو صورت دادن که بعدها در حوزه علمی قم و در مجامع آخوندی احمد خمینی که میخواد به عنوان رهبر به جانشین پدر وارد بشه، یک تجمعی رو، یک تشکلی و یک حزب روحانی رو داشته باشه. هدف اولیه این بود. در هر صورت بعد از اون روزها باید توجه داشته باشیم مسئله جنگ مهم بود برای رژیم، همینجور که عرض کردم جز خمینی کسی نمیتونست حل و فصلش کنه. مسئله آیت الله منتظری و برکناری ایشون مهم بود. مسئله زندانیان سیاسی مهم بود. کسی نمیتونست پاکسازی در زندانها رو و حل و فصل فیزیکی مسئله زندان رو جز خمینی حل بکنه. ببینید زندانیان در سراسر ایران در توسط احکام حکام شهر به زندانهای حالا مختلف محکوم شده بودند. حالا فقط یک ولی فقیه، اونم از نوع خمینی، اونم از بالا میتونست وارد بشه، همه این احکام رو ملغا اعلام بکنه و فرمان کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی رو بده. کس دیگه ای در نظام نمیتونست این کار رو بکنه و خمینی باید این کار رو میکنه. پس به این ترتیب سرعت و سریع در یک ماه و نیم انجام داده، باز همه اینا برمیگرده به عمر کوتاه خمینی برای حل، یعنی باقی مانده کوتاه عمر برای که این مسئله رو حل بکنه دیگه. میتونستن زماندارتر این کار. البته چون مذاکرات با سازمان ملل در پیش بود، از اونجایی که مقامات بین‌المللی به ایران می اومدن و می رفتن و در سطح بین‌المللی هم میدونید که فشار زیادی از طرف به خصوص گروه های ایرانی اپوزیسیون ایجاد شده بود بر سر این کشتار و روشنگری داشتن میکردن، خانواده ها نگران بودن، اینا باید در یک فرصت کوتاهی این کار رو انجام بدن. چرا؟ چون بعدش
به سختی میشد. وقتی مذاکرات صلح شروع میشه، وقتی رفت آمدها شروع میشه، هیئت ها میان و میرن، این کشدار رو شما بخواید همچنان ادامه بدید، بایست یا برای همیشه کنارش میذاشتن، یا باید تو همین فرصت کوتاه، یک ماه و نیمی که فرمودید، در همین فرصت این کار رو صورت بدن، چرا که فکر میکردن دنیا سکوت خواهد کرد. ولی راه حل سوم که هرگز براشون نبود، یعنی آزاد سازی زندانیا برای خودشون وجهه خوب خریدن، این رو هرگز جمهوری اسلامی در پیش نیست. خطراتش بیشتره. حتما نیست. حالا میگم چرا نیست. ببینید در اون شرایط، من حالا مال کشتار 67 رو میگم. ببینید رژیم جمهوری اسلامی به دنبال شبیه سازیه. همیشه شبیه سازی میکنه. اگر در سال 88 ملاحظه میکردید، خامنه ای اومد به صحنه گفت اینها میخواستن چله به چله درست کنن. درست داشت صحبت میکرد از سال 56 و 57، وقتی که تعدادی در یک تظاهراتی کشته میشدن، چهلوم اونها، چهلوم شهدا در قم، در تبریز، تبریز در شهرهای دیگه همینطور شعله بر میشد جنبش. به همین دلیل گفت ما اجازه نمیدیم که چله به چله بکنید، چون درست شبیه سازی میکرد سال 56 و 57. ببینید در ارتباط با مسئله زندانی ها، نظام جمهوری اسلامی میدونست که عملا وقتی که از یک جنگ شکست خورده بیرون میاد و پتانسیل بسیار زیادی در جامعه پاسخ نداده باقی مونده، این پتانسیل حالا خواسته ها زیاده، این پتانسیل حالا مثلا یهو آزاد میشه، یه نیروی آزاد میشه، یعنی انفجار اعتراضی به شروع خواهد شد، میتونه باشه. ببینید بسیاری از انقلابات، تحولات در دنیا در دو زمان بوده، یک بعد از شکست در جنگ ها، مثل چین، مثل انقلاب اکتبر، مثل در واقع حتی زمانهایی که دولت‌ها نمیتونن سرکوب کنن یا اراده سرکوب ندارن، مثل انقلاب کبیر فرانسه، مثل حتی انقلاب 57 ایران. ببینید در این شرایط هست که همیشه انقلابات صورت میگیره و موضوع جنبش اعتراضی که میتونست بعد از 67 به وجود بیاد، ذهن مقامات رو اشغال میکرد، صرف نظر از اینکه این جنبش حالا واقعی هست یا نیست، امکانش هست یا نیست، چون میشه سر این بحث کرد، ولی پتانسیلش وجود داشت، یعنی پتانسیل انفجار وجود داشت حتما. ولی مهمتر از اینم، این ذهنیت رو رژیم داشت که آقا اگر ما جنگ تموم بشه، احتمال اینکه جنبش بشه هست. یعنی پیش از اینکه مردم بیان به اینجا که باید یک جنبشی حرکت بشه، اصلا برن به این سو، خود رژیم فکر میکرد که خواهن رفت به این سو. حتما همینطور بود. همینجوری که عرض کردم، خامنه‌ای میگفت اجازه نمیدیم چله به چله شه. یک مسئله بعدی، در سال 65 و 66 جنبش مادران و خانواده زندانیان سیاسی شروع شده بود. اینها میرفتن قم نزد آیت الله منتظری، میرفتن دادستانی، اعتراض میکردن در جاهای مختلف. اینها مقامات نظام رو به فکر واداشته بود که حتما تشکلیه که بگن یه روز بریم یا امروز بریم، هفته دیگه بریم. اینا شبیه سازی میکردن. در سال 66، در سال 56 جنبش مادران و خانواده زندانیان سیاسی به راه افتاده بود. یکی از عوامل محرک یا انگیزه دهنده به جنبش، همین جنبش مادران، همین تحصناشون در دادگستری و تحرکاتشون در سطح شهر تهران بود. بنابراین اینها از این هم میترسیدن، چون سابقهشو داشتن، تجربهش رو داشتن و میخواستن این اتفاق نیفته. بنابراین زندان هم در اوج خودش بود به لحاظ موضع، یعنی زندانیان سیاسی در بالاترین سطح از موضع خودشون علیه نظام جمهوری اسلامی رسیده بودن. من یه چند مورد رو خدمتتون عرض کنم. یعنی با اینکه تمام اعدام ها از سال 60 تا 63 انجام شده بود، فاصله 63 تا 65 هم به هر حال اعدام ها بود، ولی میزان بالای زندانیان حضور داشت، ولی این پتانسیل به عنوان قوی ترین نیرو در برابر حکومت در درون زندان ها دقیقاً بود. ببینید من یه چند مورد رو خدمتتون عرض کنم. اون موقع زندان در بحران بود و همه جا بحث سفر از این حرکت درسته یا غلطه، من بحثم الان درست بودن یا غلط بودن بررسی تاریخی داریم، حرکات زندانیان نیست و اینکه آیا این کارو که میکردیم درست بود یا نه، من بحثم اون نیست، فقط میخوام بگم چه دوره ای بوده. ببینید در اون زمان عملا هر روز اعتصاب غذا، تحریم غذا، تحریم هواخوری، تحریم ملاقات، اعتراضات گوناگونی که در زندان صورت میگرفت و ما باش مواجه بود. این یک سمت قضیه بود. از اون طرف زندانیا رو میبودن سرکوب میکردن، میزدن، لتو پار میکردن. میرفتی تو انفرادی، تو اوین به خصوص مواضع بالاتر بود. وقتی میرفتی توی اوین، میرفتی تو انفرادی، تو سلولای انفرادی آسایشگاه، شب بخیر با شعار مرگ بر خمینی بود. یعنی سلولا پشت هم دیگه میگفتن و پاسدارا دیگه خودشونو میزدن به نفهمی و اینکه نمیشنون و حتی اعلام مواضع بود،
رو در رویی بود و زندان به یک نقطه تقابلی رسیده بود که عملاً هیچ کدوم هم نمیتونستن دیگه کوتا بیان. و کشتار 67 در واقع تلاشی بود برای حذف هر گونه مقاومت و از بین بردن هر گونه مقاومت و پاک کردن صورت مسئله. بنابراین این هم یکی از دلایل کشتار سال 67 بود که اینها بهش فکر کردن. خب حالا وقتی که میان این کشتار رو سازماندهی میکنن، ببینید نظام همش بحران داشت. حالا میخواست بیاد بیرون، بالاخره باید این خبر رو به خانواده ها بده. این همه زندانی رو، چندین هزار زندانی رو در عرض مدت کوتاهی کشتین، خانواده ها هر روز میرن این ور اون ور، بچه هامون چی شدن؟ نه ملاقاتی نه خبری. وقتی که خبر کشتار رو به خانواده ها آهسته آهسته با دادن ساک یا اطلاع به اونها در کمیته های مختلف در نقاط مختلف شهر یا شهرستان ها، وقتی این اطلاع رو دادن در آبان ماه به خصوص و آذر ماه، بلا فاصله بعدش آقای دکتر کاظم سامی رو به طرز فجیعی به قتل رسوندن. چرا؟ این پیام داشت هم برای نیروهای سیاسی، برای به اصطلاح نیروهایی که در جامعه بودن، حالا ملیون، ملی مذهبی، جبهه ملی نهضت آزادی، که تو اون روزا فکر میکردن میشه دوباره حرکتی کرد، میشه فعالیتی کرد، درست مثل سال 56 سال 57 که عده شروع کردن نامنگاری. ببینید به شاه، اینا میدونستن، رفسنجانی میدونست آگاهانه، خامنه ای میدونست آگاهانه، خمینی، همه اینا آگاه بودن، احمد خمینی تاریخو میدونستن، تجربه‌ای که خودشون گذرونده بودن رو میدونستن. به همین علت خوشنام ترین فرد رو که دکتر کاظم سامی بود در میان ملی مذهبی ها، او رو به فجیع ترین وضع به قتل رسوندن در مطبش. و در واقع کلید قتل های زنجیره ای هم به این نوعی از کشتار آقای سامی رقم خورد. دقیقاً. و بعدش هم بلا فاصله حدود 90 نفر از وابستگان به نهضت آزادی و جبهه ملی رو که در قالب دیگری فعالیت میکردن اون روزها دستگیر کردن. رفسنجانی گفت میخواستیم روی دکتر، روی عزت‌الله صحابی رو، مهندس صحابی رو کم کنیم، روش زیاد شده، خواست گفتم روش رو کم کنن. ببینید اینها همه پیام بود، پیامی که اینا میدادن که آقا دست از پا خطا کنید اینه وضعتون. بردن زیر شکنجه، از اینا حتی مصاحبه گرفتن. این داستانه که شما امروز می‌بینید همین سالهای اخیر رو یاد بر سر مهندس صحابی در آوردن، یا حتی دختر ایشون، و بسیاری اتفاقات در جامعه افتاد. خب همون موقع هم افتاد. حالا این بار اگه خامنه ای میکرد و نیروهای تحت امر خامنه ای، اون موقع رفسنجانی میکرد و نیروهای تحت امر رفسنجانی، یا در واقع یک موقعی همین سرکوب و همین جنایات رو که امروز اینها نیروهای تحت امر موسوی میکردن، وزارت کشور موسوی میکرد. مگه یادمون رفته زمانی که دستور سرکوب جنبش اعتراضی یا اعتصاب پزشکان رو داد دکتر حفیظی رو؟ مگه ندیدید به چه روزی به روزش آوردن؟ اون دکتر خوشنام، رئیس پزشکی، نظام پزشکی ایران رو، و ندیدید مگر چجوری نظام پزشکی ایران رو همین مهندس میر حسین موسوی تیول یک سری از نیروهای خودش، مگه ندیدید چجوری یه مشت حزب اللهی و پاسدار و نمیدونم فلان رو فرستادن توی نظام پزشکی؟ اصلا نظام پزشکی رو از بن و پای بین بردن، عوض کردن. و همین مهندس میر حسین موسوی بود که امروز چند ساله در حصره و در زیر فشاره و خودش مورد ظلم قرار میگیره. چرا؟ چون سنگ بنای ظلم رو گذاشته. امکان نداره شما چنین کاری کنید و خودتون و اون دامنگیر شما نشه، دامنگیر خانوادتون نشه. ببینید چه به روز خانواده رفسنجانی میارن. حالا مهم نیست در مقابل اون چیزی که در مردم ایران میکشن و کشیدن، که اینا چیزی نکشیدن، فوقش یه هفته و یه ماه و دو ماه طرف میره زندان بدون که یه تلنگری بخوره. اما همین برای کسی که خودش این کاخ ظلم رو بنا گذاشته سخت فهم و درکش. خب آقای مساقی برگردیم، چون برای که ما همیشه فکر می‌کنم که برنامه استقلال خودش رو همیشه باید داشته باشه و بسیاری ندیده باشن که شما در برنامه‌های دیگه در مورد کشتار 67 گفتید، یا برای نخستی باز یک زمان کوتاهی رو به این ویژه کنیم که کشتار 67 و هیئت مرگ آمدن و کارشون رو در دو زندان انجام دادن. زندان اوین که خبر چندان به زندان‌های دیگر درز نکرد، ولی زندان‌های دیگر که شما بازماندگان و آورندگان پیامی هستین که در اون روزها رخ داد.
چگونه با در با زندانیا برخورد شد از فاصله 6 مرداد تا نیمه شهریور ماه؟ در فاصله 6 مرداد ماه تا 13 شهریور در واقع هزاران نفر رو در سراسر ایران قتل عام کردن با فرمان خمینی که تاکید کرده بود رحم بر محاربین نکنید، یعنی همون نامه معروف، وسوسه نشید، رحم بر محاربین ساده اندیشیه، و از اونا خواسته بود که بیرحمی و قساوت رو از حد بگذرونن و خواسته بود که به وظیفه شرعی خودشون که نابودی و قلقم خودش مخالفین و محاربین و مفسدین و مرتدین هست عمل کنن. در دو حکم، یکی حکم برای مجاهدین بود و یکی هم حکم برای زندانیان چپ بود که بر اساس اینها محارب و زندانیان چپ بر اساس ارتداد به مرگ محکوم می شدن و عملا قصدشون از بین بردن زندانیان سیاسی، حذف زندانیان سیاسی، حذف صورت مسئله بود. و این رو هم بگم خدمتتون که قبلا هم صحبت شد، حتی اگر زندانیان سیاسی هر موضعی رو هم اتخاذ می کردند، اونها به دنبال کشدار خودشون بودن و بهانه جدیدی رو علم می کردن. در سالهای اخیر سعی کردن وقتی که این جنایت از پرده بیرون افتاد، وقتی این شقاوت و بیرحمی رو راجبش روشنگری شد، اینها سعی کردن بهانه‌های مختلفی جور کنن برای این کشدار. همه جناح‌های رژیم در این کشدار دست داشتن و همه جناح‌های رژیم سعی کردن این کشدار رو توجیه کنن، تحریف بکنن واقعیت‌ها رو، بپوشوننش، چه مسئله در ارتباط با آمارش، چه دلیل اعدام و کشدار. یعنی شما باور این بحثی که هست که علتش این بود که مجاهدین از مرزهای ایران به ایران آمدن، یکی میخواستن در همسویی در درون زندان با بیرون زندان و شهرهای مختلفی که میتونستن در این سازماندهی جنگی از سوی سازمان مجاهدین وارد این مسائل بشن، مسئله یک گوشه از کار بود؟ نه خب قطعا که اینا دروغ میگن. نظام جمهوری اسلامی کجا رو راست گفته که این یکی رو دروغ بگه؟ من میخوام ببینم در زندان مشهد یا در زندان دسفول یا در زندان زاهدان و کرمان چجوری شما میخواید توطئه کنید برسید به مجاهدین در کرمانشاه؟ تصورش رو بکنید. بعد حتی تهران، بعد همه همزمان در یه روز در یه جا، بعد مطلع بشن از کدوم عملیات چطوری کجا، بعد چجوری زندانه بگیرن، بعد چجوری به تهران برسن یا به عرب یا به کرمانشاه و نمیدونم کرند و اسلام‌آباد غرب برسن. ببینید این یا مثلا چجوری می‌خواستن در زندان شورش کنن، حالا در یه زندان شورش می‌کردن، زندان‌های بعدی چی، زندان‌های متفاوت چی، حالا مجاهدین در این شورش شرکت می‌کردن، می‌خواستن این کارو کنن، زندانیان مسن و پیرمرد توده‌ای چی، کسی که 60 سال 70 سال سن داشت 80 سال نمیتونست راه بره، اینا میخواستن توطئه کنن. من که صحبت کردم، فیلمشون دادیم دفعات قبل و توضیح دادم، محسن محمد باقر که از دو پا فلج بود چطوری میخواست اعدامش کردین، چجوری میخواست ایشون شورش بکنه، یا ناصر منصوری که روی برانکار بردن دارش دادن، قطع نخایی بود، فلج بود، چطوری میخواست بره و توطئه بکنه در زندان، یا کاوه نسائی به خاطر اون بیماری های شدید سر از دست دادن حافظش حتی گذشته رو به خاطر نمی آورد، به خاطر بیماری سیاتیکش نمیتونست راه بره به خاطر سیاتیک. خب من میخوام ببینم اون که گوشه راه روی مرگ افتاده بود، وقتی می‌خواستن اعدامش بکنه، قلمدوش ظفر جعفری افشار به قتلگاه رفت، چطوری می‌خواستن اینا توطئه بکنن؟ ببینید اینها به همون بی‌شرمی هستن حتی کسانی که اینا رو مطرح می‌کنن. ببینید 10 سال پس از کشدار 67 مهدی کروبی اینها رو گفت و من فراموش نمی‌کنم. یعنی مهدی کروبی دست داره در جنایت کشدار 67، البته بماند دست دارد در تمامی کشدارهایی که در دهه 60 در زندان‌ها صورت گرفت، ایشون نزدیک در این رابطه رو با لاجوردی داشت. بس کثیف‌ترین پاسدارای زندان پاسدارای علی گودرزی بودن که کروبی آورده بود در زندان و من میدیدمش و ما میدیدیم و روابط نزدیک او رو با لاجوردی میدیدیم. حتی 6 ماه سه عضو میخوام در شهریور 73 عضو میخوام 87 درست 3 ماه قبل از اینکه ایشون کاندید رئیس جمهوری بشه، دهمین سالگرد قتل لاجوردی، ایشون در مراسمش شرکت کرد. میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که من متاسفم به اون چیزی که برای اینها اتفاق میفته. من از ناراحتی هیچ کسی خوشحال نمیشم. الانم این بحثو مطرح میکنم برای اجرای عدالت، به خاطر خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن، به خاطر اون مادران، به خاطر اون همسرانی که نتونستن دیگه ازدواج کنن، اونایی که در طول سالهایی که کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی بود
خون زندانیانی رو که روبودن و کشتن و هنوز خانواده نمیدونه عزیزشون زنده است یا نه، هنوز چشم به درگاهه، همسراشون میترسن از این که دوباره ازدواج کنن و این ظلم رو اینها آوردن و اینها کردن. خاوران و خاورانها رو اینها تشکیل دادن و هنوز هست ننگ هر حکومتی است در دنیا داشتن یک خاوران، و اینها صدها خاوران دارن. در حاکمیت همینها، همین افراد، موسوی، کروبی و امثالهم، رفسنجانی، خامنه‌ای، همشون فرق نمی‌کنن، دوران طلایی خمینی، بسیاری از مادران، بسیاری از پدران در حیات خونه‌هاشون بچه‌هاشون رو به خاک سپردن، اجازه ندادن حتی در گورستان‌های عمومی این جنایت اتفاق افتاده. و بعد شما می‌بینید همین جنایتکاران چطور چه به سر آیت الله منتظری آوردن، همه شریک بودن. چرا آیت الله منتظری به خاطر این جنایت بزرگ اعتراض کرده بود؟ کلید برکناری آیت الله منتظری رو کی زد؟ مهدی کروبی زد. مهدی کروبی، حمید روحانی و مهدی امام جمارانی، این سه نفر اون نامه رو سرگشاده رو با آیت الله منتظری نوشتن که کیفرخواست آیت الله منتظری بود در اسفند ماه اشتال 67. کلید برکناری ایشون رو این ستا زدن. و بعد دو هفته بعد در ششم فروردین 68، این 67 اسفند 67، دو هفته بعد در ششم فروردین خمینی اون حکم برکناری آیت الله منتظری رو داد. در واقع و بعد کسانی که معرکه گردان بودن در دانشگاه ها حتی زمین سازی میکردن برای محاکمه آیت الله منتظری، مجید انصاری بود که امروز معاون روحانیه، معاون پارلمانیشه، مسئول سازمان زندان ها بود تا خرداد 67. همین آدم معرکه دار شده بود، اویی که در زندان که اومده بود میگه نماینده آیت الله منتظری ام و به خاطر یا به ایشون نزدیکم یا به خاطر نزدیکی به ایشون نون نزدیکی به ایشون رو میخورد. بعدن چی شد؟ همین آدم هادی خامنه ای، اینا دایه دار بودن، توی دانشگاه ها میرفتن برای توجیه برکناری آیت الله منتظری، حتی زمین سازی برای محاکمه ایشون همینا میکردن. نه اینکه بخوایم بگیم که خامنه ای و جناح مؤتلفه و نمیدونم و و و و و اینا بری هستن، نه، بزرگترین جنایات در این کشور مؤتلفه ای ها کردن، خاندان بادامچیان، خاندان امانی، اینا بزرگترین جنایات در این کشور کردن. هر اون چه که جنایت در دهه 60 بود، یه سرش تو خانواده بادامچیانه، یه سرش تو خانواده امانیه، یه سرش توی مؤتلفه اسلامیه، همونایی که قائله 15 خرداد سال 1342 رو به وجود آوردن. ببینید برزم اینجاست که آیت الله منتظری رو با هدف برکنار کردن و بعد زمین سازی این بحران رو میکردن. یادتون هست خمینی دو تا فتوا داد قبل از برکناری آیت الله منتظری، یک فتوایی که در ارتباط با اون خانومی داد که گفت اوشین بهترین قهرمان منه، مدل منه، خب، یا برای کسایی که نمیدونن در تلویزیون جمهوری اسلامی یک فیلم رادیو بله پخش میشد که در اون یک زن ژاپنی، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، این زن ژاپنی بسیار کوشش میکرد، تلاش میکرد که خانواده ای رو هم طبق معمول از خانواده فقیر انتخاب کردن فیلمی رو که برای مردم نشون بدن، و مردم با خانواده اوشین نگاه میکردن و برای اونها، و درست و به یاد دارم که این رو اینجور که بیرون بود، در زمانی که در میخواستن به عنوان زن نمونه از مردم بپرسن که نظر شما در مورد زن نمونه در چه کسی است، یه خانمی برمیگرده میگه که زن نمونه جهان فکر کنم که اوشینه. بله، میگفت من با فاطمه زهرا نمیتونم ارتباط برقرار کنم، برای همین اوشین سمبوله. به همین دلیل خمینی گفت همین خانوم، هم برنامه گذار، هم تهیه کننده، هم مسئول رادیو که اینو تهیه کرده، اینا همشون به اعدام محکوم میشن، یا اینا مرتدن، حکم مرتدن معلومه، یعنی اعدام. من چون نمیخوام نامشون رو بیارم، چون به هر حال زندانشون رو کشتن اومدن بیرون، از دوستان خود ما هستن، من میدونم که چه کسانی از بچهای رادیو به زندان رفتن. دلیلش که نمیخوام نام بیارم برای اینکه زندانشون رو کشتن، الان در ایران زندگی میکنن، نمیخوام یک مزاحمت دیگه. تازه بماند که در یک خیمه شب بازی اردبیلی تقاضای عفو کرده، امام بخشیدن عفو کردن، و داستانی که همه شاید بدونن. اما بعدیش مسئله سلمان رشدی بود. ببینید سلمان رشدی یک نفره،
خمینی نه کتابش خونده بود. تازه اون سال، سال قبلش، رژیم جمهوری اسلامی به خاطر ترجمه کتاب سلمان رشدی جایزه داده بودن به مترجم. کتاب سال شده بود بچه های نیمیشب. و عملا باید توجه داشته باشیم که ماها از قائله سلمان رشدی گذشته بود، یعنی به تعدادی هم در کشورهای مثل پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی کشته شده بودن، درگیری بود، هیچ خبری نبود، یهو خمینی اومد این وسط و این فتوا رو داد. نکته مهمم برخورد جامعه بین‌المللی با مسئله سلمان رشدی بود. دیدید چه هیاهویی کردن به خاطر اینکه خمینی سلمان رشدی رو به مرگ محکوم کرده. همونایی که چشمشون رو بسته بودن بر کشتار صدها زندانی چپ در زندان‌ها که فقط به خاطر اینکه پرسیدن آقا نماز می‌خونی یا نمی‌خونی یا چرا نمی‌خونی یا مسلمان هستی یا نیستی، به این دلیل قتل عام کرده بودن به جرم ارتداد و صدا از کسی بر نخواسته بود و حتی بعدها هم بر نخواست. حتی وقتی که اعتراض هم کردن صدایی بر نخواست و همه جا مطرح میشه آقا چی کار داری، حالا گذشته ها گذشته، حالا ول کنی، آ چقدر دنبال میکنید، یا مثلا ما در صدد تصحیح رفتار نظام جمهوری اسلامی هستیم، این چیزایی رو که مطرح میکنن. خمینی مجبور بود چند چیز رو برای نظام حل کنه قبل از مرگش. یکی جنگ، یکی مسئله زندان ها یکی مسئله جانشینی و برکناری آیت الله منتظری و دیگری مسئله امریکا. سه تا رو تونست حل بکنه، یکی رو نتونست، مسئله ایجاد رابطه با امریکا. و همه ما دیدیم که در 27 سال گذشته نتونستن حلش کنن و همچنان گره ناگشوده باقی مونده. چرا؟ دست توانایی نیست که بتونه این گره رو بگشاید. یعنی دست توانایی که در درون ایران معنا داشته باشه، در بیرون از ایران که طبیعیه که کشور آمریکا علاقمند است که با ایران رابطه برقرار کنه. ایران یعنی خامنه ای توان این رو نداره که این مسئله رو کنه. حتی در این گفتگوی اتمی هم وقتی که بحث به اینجا رسید که توافق انجام شد، آقای خامنه ای اومد گفتش که این توافق فقط برای مسائل اتمی بود، هیچ ارتباطی ندارد با آمریکا و ما همچنان در برابر استکبار جهانی ایستاده ایم و اون رو مستکبر می‌کنیم. حتی به خاطر ضعفایی که خامنه ای داره نمیتونه مسئولیت همین توافق رو هم بپذیره. دیدید با دست پس میذاره، با پا پیش میکشه. ولی خمینی لااقل نه تنها از این قدرت برخوردار بود، حتی در درون خودشون به طور نسبی از این صداقت هم برخوردار بود که وقتی که شکست میخوره، مجبور به عقب نشینی میشه، بیاد مسئولیتش بپذیره، بگه آقا جام زهر نوشیدم، بگه آبروم رو، یعنی من بی آبرو شدم، میگه آبروم رو با خدا معامله کردم. ولی شما خامنه‌ای رو نگاه کنید، هر آنچه که خواستن رو متعهد شده، پذیرفته، علی رغم همه اون ادعایی که داشت که آقا هر کسی صحبت از گفتگو با امریکا بکنه یا جاهل است یا خائن، خودش در دولت احمدی نژاد اجازه این کار رو داده، معاون بین‌الملل بیت رهبری رو مأمور این کار کرده، ولایتی رو، همه چیز زیر سر خودش بوده، تمام مذاکرات با نظر خودش صورت میگیره، تمام تعهدات با اجازه خودش داده میشه، آخر سر هم میگه من در جزئیات نیستم. خب آقا کاری داره در جزئیات باشید؟ یه خط بنویسید آقا جزئیات امر رو به اطلاع ما برسونید. معلومه که دروغ میگه. حالا بریم دوباره برای اینکه کشتارش از صف رو باز کم نکرده باشیم از حرفش. آقای منتظری متوجه این قضیه شدن و بنابر روایتشون چیزی نزدیک به 4000 نفر کشته شده در یک فاصله. گورستانی که برای چپ، نیروهای چپ در تهران دست کم بزرگترین گورستانی که برای اونا در نظر گرفتن خاورانه و همیشه کشتار 67 با خاوران نامیده میشه، ولی برای شمار بالایی از مجاهدین وقتی کشته شدن اونها در کجا قرار؟ بله، من اول خدمتتون عرض کنم که مأمور یا راننده‌ای که جنازه های بچه‌هایی که به قتل رسیدن در کشتار سال 67 به خاوران برد، فردی بود به نام توحیدی. ایشون چند سال بعد دچار بیماری روانی شدید شد و به امین‌آباد برده شد و در بیمارستان روانی یا آسایشگاه روانی امین‌آباد بستری شد. میخوام بگم فاجعه چقدر سنگین بوده و بیرحمی و شدقاوت تا کجا. شنیع بوده و زشت بوده که حتی پاسداری که مأمور
انتقال این جنازه ها بوده به خاطر عذاب وجدانی که میگیره و به خاطر صحنه هایی که دیده دچار بیماری روانی میشه و در آسایشگاه روانی آقای توحیدی بستری است. اگر به خاطر این مسئله است، فقط به خاطر اون یه ذره شعله انسانی که درش بوده و به خاطر جنایتی که اگر انجام داده دچار عذاب وجدان شده، امیدوارم که بهبودی براش حاصل بشه، خانوادش بیش از این رنج نبره. اما این نه به مفهوم این که ما میبخشیم یا فراموش میکنیم. ما نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. ما اجازه بخشش نداریم. من باورم اینست که در مورد این واژه خیلی بحث میشه، خیلی هم به شوربختانه به بحث به ظاهر روشنفکری بدل شده و از شرایط مختلف جهان براش نمونه میارن و برخی رفتن به سوی میبخشیم و فراموش میکنیم، برخی رفتن به سوی میبخشیم فراموش نمیکنیم و برخی هم بحث است که نه میبخشیم نه فراموش کنیم. من فکر میکنم بخشیدن که فقط از آن خانواده هایی است که یارانشون از دستن یا زندان کشیدن در اونجا. بخش فراموش کردن اصلا قضیه ملی است، یعنی در نظر یک جامعه است، اصلا نیازی نیست که اون فرد در بخش فراموش کردن اعضای خانوادش یا فامیلش این اتفاق براش افتاده باشه. فراموش کردن یک حافظه تاریخی یک کشوره و به راحتی اگه یک ظلم رو فراموش کنه باید منتظر ظلم دومی باشه. یه موضوع مهمتری رو خدمتتون عرض کنم. بخش زیادی که در همین خارج از کشور راجع به این موضوع صحبت میکنن، حتی بخششون حتی سوزن به دستشون تاکنون نرفته و بعد دم از بخشش میزنن. از کیسه خلیفه بخشیدن خیلی ساده است، خرج شو از کیسه مهمان بود حاتم تایی شدن آسان بود. از این که بگذریم، بعید میدونم هر کسی اگه به خودشون یه سیلی زده بود تا آخر عمرشون فراموش بکنن یا ببخشن. از این که بگذریم، بخشی از کسایی که مطرح میکنن خودشون در این جنایات دست دارن، خودشون متهمن. امروز دایه دار بخشش در خارج از کشور یا فراموشی دو نفرن، اکبر گنجی، سید ابراهیم نبوی. متاسفانه بلندگوها هم به دست اینها داده میشه در همین خارج از کشور و اینها میتازونن. بماند که اصلا این گونه نیست، حتی جامعه جهانی هم اینجوری فکر نمیکنه. در سال 1998 قطعنامه رو در کمیسیون حقوق بشر به تصویب رسوندن با تلاش بسیار سازمان های غیر انتفاعی یا غیر دولتی، عذر میخوام بهتر اشتباه کردم، که تاکید روی این مسئله بود. جرم علیه بشریت یا جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمیشه و ایمپیونیتی یا فرار از تعقیب قضایی یا مسئولیت قضایی داشتن محکومه. برای اینکه آمریکای لاتین یا آسیا میرفتن تا می‌خواستن دولت برن کنار، یه قانونی تصویب می‌کردن که از ایمپیونیتی یا مسئولیت از تعقیب و نمی‌دونم پیگیری جنایاتشون برخوردار باشن، مسئول باشن. به خاطر همین این قطعنامه تصویب شد، جشن می‌گرفتن در سازمان ملل متحد. من خودم اونجا حضور داشتم در زمانی که راجع به این موضوع هم بحث بود، هم رأی‌گیری بود و هم در جشن این شرکت کردم. ببینید، بدون اجرای عدالت، بدون رسیدگی به جنایات علیه بشریت، ما روی دموکراسی و آزادی رو نخواهیم دید. ما به شرطی میتونیم به دموکراسی برسیم، به آزادی برسیم که پاسخگو بشیم، پاسخگویی در جامعهمون نهادینه بشه. اگر پاسخگویی نباشه، اگر مسئولیت پذیری نباشه، قطعا این تکرار میشه و دوباره تکرار میشه در هر جای دنیا هم که بوده و شد میشود. به همین دلیله که امروز هنوز در جامعه اروپا، هنوز در جوامع مدرن نمیگذرن از هولوکاست، نمیگذرن از کسانی که در هولوکاست شرکت داشتن، نمیتونن بگذرن. چجوری یه کسی که تا دیروز دست در خون داشته، تو سپاه پاسداران بوده، انگار که در گشتاپو بوده، انگار که در SS بوده، به سادگی میاد خارج از کشور در این بیدر دروازگی که اینجا هست، در این رسانه های فارسی زبان هست، میاد میشینه، از این امکانات استفاده میکنه، عده‌ای هم براش به به و چهچه میکنن، دست میزنن که آقا ببخشید و فراموش نکنید. چی رو ببخشید؟ شما چی کاره ای که اصلا راجع به این موضوع صحبت میکنی؟ در زمان این که جنایت اتفاق افتاده تو مسئول بودی، شماها مسئول بودید. چنان صحبت میکنن عده‌ای که گویی یه عده از کره مریخ اومدن این جنایات رو انجام دادن بعدم سوار شدن رفتن. نه آقا، شماها بودید. اون کسی که از دوره طلایی امام صحبت میکنه مسئول این جنایاته،
میخواد میر حسین موسوی باشه، میخواد کروبی باشه، میخواد هر کس دیگه ای باشه. ببینید من وقتی صحبت میکنم نگاه نمیکنم به نفع کیه به ضرر کیه. امروز برای من تایید نمیکنم که میر حسین موسوی در حصره، همونقدر که جلوی خامنه ای ایستاده، همونقدری که به قدرت نگفته، اونقدر قابل تقدیر. این رو میذارن جزء اعمال نیک. اما ایشون 7 سال در جنایات رژیم نقش مستقیم داشته، در سازماندهی جنایت. ایشون وزیر اطلاعات رو در سال 63 انتخاب کرده و وزیر اطلاعات زیر نظر ایشون کار میکرده. اطلاعات نخست وزیری در دفتر نخست وزیری بوده و اطلاعات نخست وزیری در واقع در سرکوب دست داشته، نقش داشته. وزارت اطلاعات همچنین، وزارت کشور همچنین، نیروهای تحت امر وزارت کشور همچنین. و از طرف دیگه وزیر کشور بر کمیته ها هم نظارت داشته. یعنی همه جنایاتی که در دهه 60 اتفاق افتاده میرحسین موسوی مسئولشه. یک، ایشون در سال 67 هم اعتراض کرد، در شهریور ماه استعفا داد. عده‌ای با زرنگی، عذر میخوام من این کلمه رو استفاده میکنم، با پستی سعی میکنن بگن موسوی در اعتراض به کشتار 67 اعتراض داد، استعفا داد. دروغ محض میگن. موسوی در ارتباط با از دست دادن قدرت دولت در تعزیرات حکومتی استعفا داد. مسئله او این بود، نوشته است، وجود داره، سند هست، کجا در اعتراض به کشتار 67 اعتراض استعفا داد. اینها دروغه، دروغ محض. اینها میگن سند موجوده. بنابراین میخوام بگم همونطوری که من متاسفم برای سرنوشت غم‌انگیز میر حسین موسوی و مهدی کروبی و با خانواده هاشون ابراز همدردی میکنم به خاطر رنجی که در طول این سالیان کشیدن، اما اینها بایستی در مقابل میز عدالت بایستن، میبایستی جوابگوی اعمالشون باشن و میبایستی جوابگوی مسئولیتشون در یک دهه کشتار و اونم سیاه در این روزهای تاریخ میهنمون باشن. یادمون نره آقای میر حسین موسوی در نشریه رقم میزد و از اعدام هویدایی حمایت میکرد. هویدا فریاد میزد من کاری نبودم، من مسئولیتی در اعمال ساواک نداشتم، من مسئولیتی در اعمال رژیم نداشتم، یه سیستم بوده اینو میکرده. آقای میر حسین موسوی نپذیرفت و میر حسین موسوی ها نپذیرفتن. امروز مطلقا از اونها پذیرفته نیست که نمیدونستن. خب به پایان برنامه نزدیک میشیم، میخوام یک بار، ما امروز به همه جا رفتیم و در زمینه های کناری مسائل کشتار 67 رو نگاه کردیم، برگردیم به یک موضوع. 27 سال از کشتار 67 میگذره، در یک کشتار نزدیک به 4000 نفری دست کم بین 3 تا 5 نفر در زندگی افرادی رو رقم زدن، آینده افرادی رو رقم زدن که مرگ بود و آینده کسانی هم که رقم زدن که مرگ نبود چندان هم خوشایندتر از اونایی که به مرگ رسیدن نبود. آیا دادگاه های بین المللی با تلاش که شماها در بیرون از مرز میکنید، دادگاه های بین المللی یا حرکات بین المللی هست که بتونه این مسائل رو داره پی میگیره و بررسی میکنه و مسائل رو داره به جایی میبره که به هر حال در یک دادگاه عادلانه دست کم به یک به طور حتی نمادین که شده یک کیفر خاص بده. غیر نماد، چرا میگم نمادی؟ برای اینکه تا زمانی که حکومتی در یک کشور از دادگاه حقیقتی آبی وجود نداره که خود به خود کسی به کیفر خاص نمیشه. به فرض این دادگاه نمادین در بیرون هست و یک کیفر میشمارن، میگن آقای مرتضی اشراقی شغلش این بوده، آقای نمیدونم قدوسی این کار کرده، آقای موسوی اردبیلی این کار رو کرده، آقای پور محمدی وزیر امروز این نقش رو داشته، آقای ربیعی در اون سالها اینجوری بوده. آیا هست همچین چیزی؟ چون با آخرین دقایق میرسیم، میخوام این رو اقلا با این ببریم که آیا جهان داره امروز چه نگاه میکنه. چون شما به هولوکاست اشاره کردید، یکی از مشکلات جهان در دورانی که هولوکاست اتفاق افتاد اینه که اتفاقا رهبران جهان چشمشون رو به فاجعه که روی میداد بستن و سپس به هر حال این اتفاق افتاد. ببینید
ما خب به سهم خودمون هر کدوم از ماهایی که جان به در بردیم از اون راهروهای مرگ تلاش خودمون رو میکنیم برای اینکه مسئله دادخواهی رو همراه با خانواده‌ها، همراه با دیگر کسانی که قربانی نقض حقوق بشر بودن رو پیش ببریم. خب یه بخشش همین گزارشاتی است که تهیه میشه، گزارشاتی است که خود من و ماها میدیم، یا اینکه گزارش در گزارشات بین‌المللی که تهیه میشه مشارکت میکنیم. مثلا گزارش قاضی جفری رابرتسون که بنیاد برومند این رو زحمتش رو کشیدن تهیه کردن و بنیاد برومند هزینه های اون رو تامین کرد و قاضی جفری رابرتسون همراه با جنیفر رابرتسون اینو رابینسون این رو تهیه کردن. من هم باشون مشارکت داشتم، دیگر زندانیان سیاسی هم در اونجا شهادت دادن و این گزارشی است بسیار بسیار جامع، چون قاضی جفری رابرتسون قاضی مستقل سازمان ملل متحد هم هستن، قبلا هم قاضی دادگاه جنایت علیه بشریت در سیرلاون بودن. خب از این مرکز اسناد حقوق بشر و دیگرانی هم بودن که گزارشاتی رو تهیه کردن، به جای خودش گزارشات خوبیه، جامعه مناسب ضروری و لازم بوده. اینا قدم‌هایی است در یک مسیر که میتونه منتهی بشه به همون چیزی که شما گفتید، تشکیل یک دادگاه بین‌المللی در فردای این حکومت یا در یک جایی در یک روزی که امیدش رو ما داریم. اما امروز ناامید نمیشیم یا امروز سکوت نمی‌کنیم یا دست روی دست نمی‌ذاریم. برای همین ایران تریبونال تشکیل شد، در واقع یک دادگاه نمادین از سوی خانواده ها، قربانیان، زندانیان سابق و اون کسایی که خودشون این رنج و درد رو متحمل شده بودن، با تشکیل یک دادگاه بین المللی، با حضور قضات و حقوقدانان از سراسر دنیا، از جناح‌های فکری مختلف این دادگاه تشکیل شد. اول یک کمیته حقیقت‌یابی داشت، در کار خودش رو در لندن آغاز کرد. ریاست این کمیته رو آقای موریس دنبی کاپیتون، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد در ارتباط با ایران به عهده داشتن، حقوقدانان بسیار معروفی در دنیا در این کمیته حضور داشتن و بعد از اون یک دادگاه نمادین در لاهه برگزار شد، در دادگاه لاهه و درست در کنار سالن اصلی، دادگاه اصلی لاهه. اتفاقا ما عمد داشتیم در همونجا باشه، در کاخ لاهه باشه، تا اگه همه چی ادعای نمادین میکنیم حتی جاش هم همینطوری باشه، بغل اونجا باشه، در همون تشکیلات، در همون کاخ باشه. خب اینا مهمه، پیام هم داره و خب قضات دوباره از سراسر دنیا شرکت داشتن در پنل در تصمیم گیری و این رو به عنوان یک جنایت علیه حقوق بشر اعلام کردن، جنایت علیه بشریت اعلام کردن. امیدواریم که در آینده جایی به این امر رسیدگی بشه. من در واقع به یک نکته رو برنامه رو با یک نکته آغاز کردم، دوست دارم به این مسئله اشاره کنم و بریم. هفته گذشته خانم موگرینی و شماری از وزرای ایتالیایی و بعد وزرای اسپانیایی، بعد وزرای بریتانیایی خواهند رفت، همه دارن میرن. من فقط میخوام ببینم که خب وزرای اقتصاد میرن با وزیرای اقتصاد دیدار میکنن، حتما وزیر کار اسپانیا خواهد رفت و با آقای ربیعی دست خواهد داد، یا دادستان یا وزیر دادگستری کشور یکی از این کشورها در یک فرصتی میره ایران، چگونه با آقای پورمحمدی برخورد کنه. وقتی چون در قضیه خارج از مسائل میگیم که همیشه اشاره میکنه در خبرها، همتای ایرانی خود، او با همتای بریتانیایی خود دیدار کرد. این همتا یعنی مثل هم عمل میکنیم. آیا وزیر دادگستری یک کشور در هر کدوم از کشورهای اروپایی همتاش این آقای پور محمدیه؟ وزیر کار خیلی از کشورهای جهان همتاشون آقای علی ربیعیه؟ من که فکر میکنم که شاید یه تلنگری باید جامعه جهانی به خودش بزنه. قراردادها انجام داره میشه، توافقاشونو کردن و میرن که با هم دیگه قراردادهای بیشتر اقتصادی ببندن، ولی به قول آقای عبدالکریم لایجی در هیچ کدوم از این صحبت‌ها حرفی از حقوق بشر و زندانیان سیاسی به میان نیامد. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه، امید روزهای بهتر برای مردم ایران، آرزوی آزادی و برای مردم جهان آرزوی صلح می‌کنم. روز روزگارتون خوش.